لطفاً بسته باشه. بعدم اینکه توضیح دارم اینجا داخل سالن از لیوان باز و به حال آب و چایی نمیتونیم داشته باشیم. اگر که کسی داره لطف کنیم بعدم ببریم با خودتون بیرون، جریمه میشیم. در این قسمت برنامه، قسمت دوم، پیام محمود صالحی در مراسم خاکسپاری محمد جرایی پخش میشه. اما کسانی مثل شاروخ و کسانی مثل محمد جراحی و امثال اونا هیچ وقت نمیگن، چون در زندگی خودشان به انسانیت خدمت کردن. یعنی هر کجا ما اسمی از اینا ببریم باید بگیم به انسانیت خدمت کردن، به بشریت خدمت کردن، به طبقه کارگر خدمت کردن. اگر این دوستان ما میگن مسئله ملی رو مطرح میکنن، تنها کسی که تنها نیرویی که در دنیا میتونه مسئله ملی را رعایت کنه و حق تعیین سرنوشت را رعایت کنه طبقه کارگره. بورژوازی دروغ میگه، بورژوازی حتی مساوات خودشو، تعلیقه خودشو، چیزایی که امروز تو روی کابل داره هیچ کدامش اجرا نمیکنه. از کردستان عراق گرفته تا اروپا دیدی چیکارشان کردن؟ دیدی مردمی که میخواستن حق تعیین سرنوشت خودشان چیز کنن چیکارشان کردن؟ بنابراین که بورژوازی دروغ میگه. تنها کسی که میتونه حق تعیین سرنوشت رو بر رسمیت بشناسه طبقه کارگره. اون گرایشی که محمد جراحی و شاروخ زمانی بهش اعتقاد داشتن و ما به اونم اعتقاد داریم. یک بار دیگه از همه شما تشکر میکنم که زحمت کشیدید، دست شما درد نکنه. امیدوارم ما این غما رو به نیرو تبدیل کنیم علیه کسانی که ما را به این روز انداختن. ما نباید دنیا کنیم. باید واقعا خوشحالیم از اینکه این خط نیرو داریم. وحشت دارن از ما. وقتی ما میاییم سر خط اونا وحشت دارن، میری خونشان وحشت دارن. این نشانه چی داره؟ نشانه نیرو داره. ما کجا داریم؟ اما هنوز ما خودمان به اندازه بورژوازی خودمان رو نشناختیم. بورژوازی خود ما را میشناخته. امیدوارم ما هم خودمان رو بشناسیم و این نیرو رو متحد کنیم. زنده باشید. زنده باشید. خیلی ممنون، خسته نباشید. از فعال سیاسی جلیل بهروزی دعوت میکنم که بفرمایید صحبت کنید. اگر میکروفون بیاری جلو هم خیلی بسید. همون خسته نباشید. همینجا نوعی خودم از خانواده محمد جواهری، از مبارزین دراغی کارگر، از همرزمانش و کمونیستان تسکیه میگم و همچنین تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه. به هر حال اهمیت این قضیه رو که ما از مبارزین خودمون، از فعالین خودمون، از پیشروان خودمون قدردانی میکنیم و ستایش میکنیم از تلاش ها و مبارزشون برای دنیای بهتر، برای انقلاب اجتماعی، برای رهایی طبقه کارگر. این خیلی مهمه که اینو فراموش نکردیم، نمیکنیم و این خودش، این اجتماع خودش نمونه بارزی از اینی که ما هر تلاشی رو که برای آزادی، رفاه، جامعه انسانی صورت میگیریم چه در ایران و چه در سر دنیا، ما جزی از اونیم و جزی از نیرویی که در جهت تقویتش و گسترشش از پای نمیشیم. من محمد جواهری رو، جراحی رو زیادی میشناسم، ولی هم وقت که از من خواستم بیام صحبت کنم این احساس که به هر حال محمد جراحی ها نه تنها هم طبقه های ما جزی از یه خانواده بزرگی هم که تو ایران، تو جهنم جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن و
شرایط مبارزه رو خودشون تعیین میکنن. محمد جراحی قربانی نظام و حکومت اسلامی جلادش نبود. محمد پیشوی طبقه ای بود که طلبکار محقق و مدعیه. محمد جزی از نسلیه که ما بهش میگیم نسل شکست نخوردگان. و وقتی تاریخ مبارزش رو مرور میکنی همونجوری که مثل عزیزمون محسن خوب تصویر داد، میبینی که شکست انقلاب رو هرچند تو بطن انقلاب اومد به میدون به مثابه یه چپ، یه کارگر چپ خودش نشون داد و درگیر شد، ولی شکست انقلاب شکست طبقهش ندونست یا شکست شخص خودش ندونست. برای اینکه محمد جوزف فعالین مبارزین طبقه ایه که هیچ چیزی جز پایان دادن به ستم سرمایه‌داری راه دیگه ای نداره. جدالیه که این طبقه به طور مداوم با هم به قول معروف پنهان با هم آشکار داره بر علیه سرمایه‌داری طبقه حاکم، طبقه سرمایه‌دار به پیش میاره. محمد عضوی از اون گردانیه که دیدیم، همجور شنیدیم، از پایین یعنیش از 5 سال در زندان مخوف جمهوری اسلامی زندگیشو گذروند و حتی در اونجا هم از تلاش و مبارزه باز نیستن. همچون که گفتم محمدا جز از یک جنبش عمومیتر، جنبش پایلیتری، جنبش تاریخیتری هست که ما میگیم جنبش کمونیستی. این نوع افراد تأکید میکنم و دیدیمم نه تنها برای اون آرمانهای بزرگ تلاش میکنن، به این آرمانها همیشه قطنمای حرکتشونه، بلی در این حال تغییر واقعی، تغییر امروز، همین امروز رو هم امر خودشون میدونن و برخلاف اون تمایل که فقط میکنه آرمان یه مشعلیه که باید روشن باشه و از این به اون دست این بره و از این دست به اون بگرده و خیلی هم این بین را ممکنه بیفتن به زمین، این نبوده، بلکه تغییر واقعی و تو زندگی کارگر، تو زندگی مردمی که خودش میشناخت و باش در تماس بود رو هم امر خودش میدونست. محمد تنها اینجا که من شناختم فقط یه پیشروی کارگری نبود، هرچند که در این قامت هم به میدون اومدن تو جمهوری اسلامی عمیقا قابل قدردانیه، بلکه متعلق به جنبش و سنتی بود که فقط مبارزه در عرصه صنفی و اقتصادی رو محدود نبود. امر کارگر رو تنها در سازماندهی، در تشکل‌های کارگری و سازمان‌های متحد کردن و مستقل ماندن نبود. متعلق به یه جنبش، یه سنتی بود که میدونست تهِ قضیه برای جابجایی اوضاع، برای جابجایی جامعه، برای تغییر اوضاع جامعه باید حزب سیاسی داشت. برای اینکه انقلاب اجتماعی بکنه قدرت سیاسی رو باید گرفت. این متعلق به اون سنت بود. و این به این معنا خود ویژگی میده به این شخصیت، به این مبارز که امروز ما داریم در موردش صحبت میکنیم. به این معنا پایان بدم حرف ما یه رهبر و فعالی رو از دست دادیم، ولی به طور قطع همونجور که گفتم طبقه کارگر
همونجوری که احمد هم تاکید کرد ده ها صد ها تن از این رهبران رو داره، بعضا ما میشناسیمشون بعضا رو نمیشناسیم، مثل ستاره میان توی یه حرکت هایی بعدا ستاره خاموش میشه ظاهرا، ولی میدونیم از اونجایی که این جدال تاریخیه، جدال بنیادیه، جدال برای یه زندگی انسانیه، مدرن قرن بیستی یکمیه، ما رهبران زیادی از نوع محمد جراحی خواهیم داشت. روی اساس ما اینجا جمع شدیم که یادش گرامی بداریم، آرمان جنبشش رو تقویت کنیم تا اون رهبران بتونن این قوت قلب رو بعضن هرچند کم از ماها که اینجا جمع شدیم ببینیم. در حال طریق از این باید بگم که یادش گرامی باد و آرمان و جنبشش پیروز. مرسی. خب عزیزم، اینجا پیام حمید طبایی از رهبری حزب کمونیست کارگری پخش میشه، پیام تصویریه، و بعد از اون از رفیق سلام قادری از حزب کمونیست ایران خواهش میکنم که بعد از اتمام این پیام بیان اینجا و صحبتهای خودشون رو ارائه بدن. مرسی. در گذشت محمد جراحی کارگر کمونیست فعال، سرشناس و مفهوم رو به همه تسلیت میگم، به خانواده و بستگانش، به کارگران ایران و به همه مردم آزاد و آزادی خواهان ایران. محمد جراحی سراسر زندگیش کارنامه‌ای بود از مبارزه فعال و پیگیر علیه سرمایه‌داری و علیه نابرابری‌ها و مصائب و مشقاتی که سرمایه‌داری به کارگران و به توده مردم ایران تحمیل کرده. به قول خودش او در زندان‌ها، در بیدادگاه‌های حکومت محکم و قاطع و سوار ایستاد و از سوسیالیسم دفاع کرد. حتی نفس زندگی اوز به سرگذشت و خودش که کیفرخواست کوبنده ایست علیه نظام پرمشقت و ضد انسانی سرمایه داری. محمد جراحی نه تنها در تمام زندگیش مبارزه فعالی را علیه سرمایه داری به پیش برد، بلکه خواست حتی از مرگش هم اسلحه‌ای بسازه علیه نظام سرمایه. او میخواست بعد از درگذشتش اسمش نه فقط به عنوان یک فعال جنبش کارگری، بلکه به عنوان یک کمونیست، یک کمونیست متشکل و متعذب نام برده بشه و بزرگ داشته بشه. ما امروز یاد اون رو به عنوان یکی از محبوب‌ترین چهره‌های جنبش کارگری در ایران و به عنوان کادر حزب کمونیست کارگری ایران بزرگ می‌داریم. یاد عزیزش گرامی باد. دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون و اجازه میخوام قبل از شروع صحبتام شعری را که در زندان مریوان به زبان کردی نوشتم و بعدا ترجمه شد تقدیم به رضا شهابی و فعالین کارگری زندانی کردم اینجا تقدیم بکنم به یاد عزیز محمد جراحی. ما زندانیان سیاسی عنصر آگاهی بخشی حقمون را به مزدوران نمی بخشیم. در صفحه اول نبرد جنگیدیم، جلادان را می شناسیم، مجرمان را از نزدیک دیدیم. ما زندانیان سیاسی چشم و گوش توده‌ایم، چه حماسه ها به جان دیده به تن شنیده‌ایم. ما زندانیان سیاسی از نعره مرگ نهراسیده‌ایم، از جان و زندگی آری لیک از حقمون نگذشته ایم. ما زندانیان سیاسی جبهه نو بپا کردیم، رها نمی کنیم نبرد، هرگز رها نکردیم. ما زندانیان سیاسی حاکمان را اسیر کرده ایم،
درهای دروغ و ریا را به روی بزدلان بسته ایم. ما زندانیان سیاسی آزادی را تدارک دیده ایم. درهای زندان را بشکنید، بشنوید صدایی که ما شدید. به عنوان یک فعال کارگری و به عنوان کسی که در این حال آرمانم سوسیالیسم و آرمانم کمونیسم و به عنوان یک فعال کمونیست در جنبش کارگری ایران فعالیت می‌کردم، صحبت کردن از یاد عزیز محمد جراحی، صحبت کردن از دو کلمه که پشتش یک دنیا حرف میاره است: فعالیت و کارگری، کار کردن. فعالیت سیاسی تو جامعه ایران ما انواعشو داریم، از اصلاح طلبای سرخورده از رژیمی که با تمام امکاناتی که سالها در رژیم خاتمی در دست داشتن، با تمام امکان و ارگانیزاسیونی که در جامعه ایران در دست داشتن، ولی توده های مردم آنگاه که میخواستن توده ها را به صف لشکرکشی های جناحی بکشن، اونا را سرخورده کردن و نشون دادن که اونا را رهبر و پیشنگ خودشون نمیدونن. از رضا شاهزاده رضاها و از جناحای لیبرال و ناسیونالیستا تو گوشه کنار ایران، تو همون آذربایجان، تو کردستان، ما فعالیت سیاسی که گاهن براشم رزمندگی میشه داریم. اما اهمیت فعالیت کارگری در چیست؟ اهمیت فعالیت کارگری در اینه که انقلاب ایران، انقلابی را که در جدال دو قطب روسیه و آمریکا تمام بورژوازی امکاناتش را در خدمت مترسکی به اسم خمینی گذاشت تا سر کار بیاد، و یک انقلاب را که داشت در نقطه مهمی از جهان، نوع دیگری از حکومت، نوع دیگری از عملکرد را که امروز میتوانست خاورمیانه در وضعیت دیگری باشد را نمایندگی میکرد، اون روند را به شکست بکشونه. و امروز و تا به امروز، اگرچه اینجا و اونجا شاخشونه میکشن برای جمهوری اسلامی، ولی در عمل بورژوازی ترجیحش موندن جمهوری اسلامیه، و در مقابل نوعی از فعالیت در جامعه ایران، در نوعی از فعالیت از جنس سختیش داره کار ناممکن رو میکنه. فعال کارگری در ایران خواسته و ناخواسته، گفته و ناگفته، به عنوان یک کمونیست که تو دهه 60 فقط به جرم کمونیست بودن اعدام میشد شناخته میشه. فعال کارگری هر روزنه‌ای که برای فعالیت کارگری و طبقاتی در ایران پیدا بشه، برای حکومت مسلمه که فعال کارگری این روزنه رو به سوی نوع دیگری از حکومت که قطعا اسلامی نخواهد بود و قطعا اگر سوسیالیستی نبود، ولی جدال ادامه خواهد داشت برای سوسیالیسم خواهد داشت. و این نقطه مشترک جمهوری اسلامی و بورژوازیه که از این نوع از فعالیت در هر سطحش وحشت دارن. فعال کارگری رو میارن چندین سال در زندان نگه میدارن به امید اینکه این فعال جان ببازه، و اگه هم جان نباخت فکر میکنن که فعالین کارگری، چون بورژوازی با اوناست، چون بی بی سی اونا را پشت گوش میندازه، چون صدای آمریکا اونا را پشت گوش میندازه، فکر میکنن که فعال کارگری در این دوره خطری نخواهد بود برایشون. به این خاطر فکر میکنن لازم نیست الان اعدامشون کنن، ولی اگه یک روز رسانه و امکان اینو داشتن که جامعه بیشتر از اون از این نقش و نگاهشون بشناسه، قطعاً اعدام را دوباره انجام میدن و میدونن که بورژوازی در این مورد با اونا توافق کامل داره. و اما یک چیز دیگه که من دوست دارم بهش اشاره بکنم، رابطه فعال کارگری و حزب سیاسی، رابطه فعال کارگری و جامعه است. فعال کارگری روزنه امید جامعه است، روزنه امید جامعه در این مورد که میشه کاری کرد، در این مورد که از هر نقطه‌ای دوباره باید شروع کرد و چاره‌ای نیست. فعال کارگری چرا نمیره به توهمات
دیده ای که ظاهرا ممکن تره؟ چرا نمیره به صف اصلاح طلبایی که نویسنده های بزرگ تو جامعه متوهم میشن، کارگردانه بزرگ تو جامعه متوهم میشن، شناسنامه‌شون میارن با افتخار دست بلند میکنن میرن رأی میدن؟ چرا تو همچین توهمی نمیفته با اینکه مثلا نویسنده خودشو خیلی باسوادتر از فعال کارگری میدونه؟ به این خاطره که فعال کارگری با تمام سختیش میدونه که تنها شیوه از فعالیتی که برای اون جامعه کمکی تأثیر خواهد داشت این از فعالیت، و جامعه خودش فعال کارگری را به عنوان روزنه امید مبارزه طبقاتی و سوسیالیستی میشناسه و نیازی نیست این حزب یا اون حزب بیان و تعلق حزبی این عزیزان را به جامعه به نظر من ابلاغ بکنن. چرا که نوع فعالیت، شیوه فعالیت خود گویای این هست که این عزیزان از چه جنبشی میان. ببخشید رفیق، سلام. که این عزیزان از چه جنبشی میان؟ این امیدوارم که دوستان اینو به عنوان یک نوع تقابل حزبی یا اصلا از جنس تقابل اینو نگیرن، بلکه این یه نگاه، یه نظره، و دیگرانی هم که نظر دیگری دارن و جور دیگری عمل میکنن آزاده. اما آنچه که اهمیت داره در جامعه ایران، فعالین کارگری را با آنچه که انجام میدهند میشناسند و فعالین کارگری خود به خود نمایندگان نوعی از نگرشن که حزب و حزبی که مبارزه میکنه برای سوسیالیسم را، اما چه حزبی، کدام حزب مشخص، به نظر من فعالین کارگری خود در جامعه شناخته میشن به اسم آنچه که باید شناخته بشن. و اشکال کجا هست اگر این رفقا را بیاییم در قالب اعضا معرفی بکنیم؟ به نظر من رفقایی که الان کار میکنن در جامعه‌ای که امکان تحزب ازش گرفته شده، که توش آزادی سیاسی نیست، کار بزرگتری را از کار حزبی میکنن، اگرچه کار حزبی هم باشن. من به شخصه در جامعه ایران کارهایی را که در جنبش کارگری کردم بارها بزرگتر از کارهایی بود که در مقام حزبی و برای حزبم انجام دادم، که البته هر کدام از این عرصه‌های متفاوتی هستند و ارزش کار در هر کدام از این عرصه‌ها متفاوت است. ما امروز تونستیم فعالین کارگری را که در کمیته‌های مختلف کارگری، آنجا که سندیکا هست و تعداد بیشماری از فعالین رانندگان هستند و میتونن سندیکاشون رو تشکیل بدن، آنجا که تو هشتاپه اعتراضات بزرگ و اعتصابات بزرگ را میندازن، تا اونجایی که تو کمیته میان متشکل میشن و تو این کمیته نگاهشون رو میگن، فعالین کارگری امروز سرداران جنبش کارگری هستند در منطقه ای که جلادان میآیند و به اسم سردار، جلادانی که حضور و اقامت جوان افغانی را گرو میگیرند، جونش رو گرو میگیرند تا مثلا اگر در سوریه کشته نشد به خود و خانوادهش اقامت بدن. یه همچین حقیر موجوداتی سردارن در سوریه، کودکان سوری را در کشتار و ادامه اون جنگ مدیریت میکنن، در عراق رژیم شیعه‌ای که بعد از حضور نیروهای آمریکایی سرکار اومد براشون را مشاوره میدن و سازمان میدن و راهنمایی میکنن و خون کودکان اون جامعه را در خون ریختنشون مشارکت میکنن و به اسم سرداران شناخته میشن. و در همچنین جامعه رژیمی که به حمایت با حمایت بورژوازی، با حمایت گفت پنهان بورژوازی در به وسعت منطقه داره عمل میکنه و به وسعت منطقه داره شاخشونه میکشه، فعال کارگری در مقابل همچین رژیمی وایستاده. فعال کارگری امروز در جامعه ایران وقتی میره در به خاک سپاری محمد جراحی صحبت میکنه، به عنوان یک کادر سیاسی که خودش رو تنها در جنبش کارگری و تنها در ایجاد یک تشکل محدود نمیبینه، بلکه به عنوان نماینده طبقه کارگر در مورد اوضاع روز اون منطقه صحبت میکنه.
در مورد اینکه اگر در کردستان یا در گوشه دیگه از دنیا در کاتالونیا مردم میخوان که استقلالشون رو به دست بیارن، سرنوشتشون رو به دست بگیرن، بورژوازی داره بهشون دروغ میگه و اونها رو رهنمون میکنه به جنبش کارگری، به جنبش کمونیستی، به جنبش سوسیالیستی. از این روشنتر سوسیالیست بودن و از این روشنتر ظاهر شدن به عنوان نماینده سیاسی طبقه کارگر. و این رژیم از لطفش نیست، رژیمی که ایجاد تشکل، ایجاد حزب را در اون جامعه به خاک و خون کشید، تحمل این را خواهد کرد. به لطف فعالیت ها و حمایت هایی که در خارج از کشور میشه، به لطف شناخت و نفوذی که فعالین کارگری امروز در جامعه ایران دارن، این رژیم اینو تحمل میکنه. فعالین کارگری دارن تاریخی را میسازن که تاریخ جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی ایرانه و هر روز رفیقی از ما، رفیقی از رفقای کارگر جانش را ببازه، اون روز ما تاریخ پربارتری را، تاریخ پربارتری داریم و ما شاگردان مدرسه ای هستیم که اساتید بیشتری را تقدیم اون تاریخ کرده. من وقت دارم؟ دو دقیقه. نهایتاً من فکر میکنم یه همچین جنبشی، یه همچین فعالیتی، یه همچین رفقایی بار بزرگی را بر دوش ما در خارج کشور میذارن، بار بزرگی که در خارج کشور ماهایی که همه به خاطر فعالیت کارگری، فعالیت کمونیستی و سوسیالیستی اومدیم، امروز در احزاب متفاوت متشکل شده ایم. این جنبش کارگریه که این وظیفه را به ما خواهد داد، علارغم انتقادهایی که به شیوه کارهای همدیگر داریم، علارغم تفاوت نگرش‌های سیاسی، ولی ما همه در یک چیز، در یک امر مشترکیم که ما همه خود را با فعالیت فعالینی تداعی می‌کنیم که هر لحظه از آنها اسمی برده خواهد شد و هر لحظه چه آنجا که اعتصاب می‌کنند و در زندان با افتخار ما از اونا دفاع می‌کنیم، چون آنجا که جان عزیزشون را می‌بازند، به ما این وظیفه را میده که در خارج کشور ما خودمون را در یک امر مشترک همیشه در کنار هم ببینیم و اون حمایت بی‌وفا و بی‌چون و چرا از جنبش کارگری که کماکان این گونه بوده و امیدوارم بتونیم کمترین سهم را با هم در خارج کشور برای این جنبش ادا کنیم و روزی در کنار این رفقا در به ثمر رسیدن این جنبش از آنها یاد کنیم. تشکر. اینجا پیام رفیق سیاوش دانشور، پیام تصویری داریم از طرف حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست، پخش میشه. رفقای عزیز، حضار محترم، من سیاوش دانشور هستم از جانب حزب کمونیست کارگری حکمتیست. حضورتون رو در مراسم گرامی داشت محمد جراحی عزیز خیرمقدم میگم. یک بار دیگه از جانب حزب خانواده محمد جراحی به بازماندگانش، دوستان و همرزمان سیاسیش در سالهای دور و طبقه کارگر ایران این زایه رو تصدیح میگم. محمد جراحی در زندان، بیرون زندان اومد و به دلیل بیماری سرطان فوت کرد، اما چه کسی نمیدونه که امثال محمد جراحی، زندیار شاروخ زمانی، کورش بخشنده و خیلی دیگه که چه در زندان، چه در محل کار، چه در بیمارستان و چه در میدان هایی که اینا قربانیان سرمایه هستن، قربانیان لحظه های کشمکش طبقاتی هستن که به درازه تاریخ طبقات و به درازه سرمایه داری بین طبقات استثمار شوند و استثمارگر و بین بورژوازی پرولتاریا در این دوره معین و در این نظام معین در جریان بوده. کمونیست ها جان باختگان خودشون رو در حالی از ابهام و توهم خرافی نمی پیچند، بلکه برای این مسئله واقفن که مبارزه طبقاتی باید یه روزی به پیروزی برسه و بورژوازی حال هیچ وقت رضایت نمیده که کارگران به راحتی قدرت رو از دستش در بیارن و از اون خلیت سیاسی و اقتصادی بکنن. آرمانی که محمد جراحی و محمد جراحیان نمایندگی میکنن، کارگران سوسیالیست، کارگران کمونیست نمایندگی میکنن، آرمانی برای نفع سرمایه، برای الغای کارمزدی، برای برقراری نظامی که سود محور نباشه و
آزادی بشر، آزادی از خلاصی از انقیاد سیاسی و اقتصادی در خودش داشته باشه و اون چیزی بجز کمونیسم و بجز سوسیالیسم نیستش. ما یاد محمد جراحی رو با ادامه راه اون و مبارزه برای سوسیالیسم گرامی می‌داریم. طبقه کارگر ایران با جراحی ها رو سمبل مبارزه خودش علیه جمهوری اسلامی، علیه سرمایه‌داری و برای یک دنیای بهتر بکنه. جمهوری اسلامی رو باید به خاطر این جنایت یک روزی محاکمه کرد. نمی‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم. ما انتقام‌جو نیستیم، اما هزاران هزار کسی که به اصطلاح رزمنده و کارگرانی که و مردم آزادی‌خواهی که جمهوری اسلامی در اشکال مختلف اونا رو از بین برده و قتل رسونده، یک روز باید برای این قضیه پاسخگو باشه. این در اساس نیازهای جامعه سرمایه‌داری که این مبارزه رو به خون میکشه و خشونت رو به مبارزه کارگری، مبارزه برحق کارگری، مبارزه برحق آزادی خوان، برای رفع تبعیض و برابری به این وضعیت میکشونه. یک بار دیگه از جانب خودم و از جانب حزب کمونیست کارگری حکمتی مراتب عمیق تسلیتمون رو به خانواده عزیز محمد جراحی و به بازماندگانشون، همرزمانش و به طلاق کاری ایران تسلیت میگیم. یاد محمد جراحی گرامی باد. یاد محمد جراحی رو با مبارزه وسیع برای آزادی و سوسیالیسم، برای کمونیسم و جامعه بهتر گرامی بداریم. و باید بر این تاکید کرد که این ضروریه که در داخل و خارج ایران طبقه کارگر، آزادی خواهان، کمونیستا و هر کسی که مخالف این وضعیت و نمیخواد یک بار دیگه جراحی دیگه در زندان تلف بشه و یا بعد زندان در اثر شکنجه از این بره، لازمه که ما یک کمپین وسیع را بندازیم، یک مبارزه وسیع را بندازیم که مبارزه کارگری، اعتصاب کارگری با پرونده سازی امنیتی روبرو نشه و زندانیان سیاسی آزاد بشن. درود بر جراحی، زنده باد کمونیسم، زنده باد جنبش کارگری، مبارزه کارگری برای علیه سرمایه داری. کارگری چپ عراق دعوت می‌کنم که بفرمایید. سلام رفقا، مساء الخير. أنا باسم حزب الشيوعي العمال يسار العراقي، أعزي عائلة محمد جراحي وأعزي الطبقة العاملة العراقية والإيرانية والمنطقة، وأعزي كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العمالي الإيراني بفقدانهم أحد كوادرهم. من أعماق قلبه تسليتني جنب خانواده محمد جراحي، يكي أز فعالين كارجري، يكي أز شناختترين رهبران كارجري في إيران. رفقاء، و ما قبل از یک ماه دیدیم که سران جمهوری اسلامی و رهبران بورژوازی در منطقه سر گور جلالطلبانی جمع شدن، از قاسم سلیمانی و ظریفی و آنها و غل گذاشتن آنها به عنوان یک طبقه، آنها به یک دیگر هستن. من اینجا هستم به اسم خودم، به اسم حزب کمونیست کارگری چپ عراق، به اسم کمیته همبستگی خاورمیانه و شمال افریقا انجا هستم که بگم ما یک طبقه هستیم. چرا آنها یک طبقه هستن و به یک دیگر تسلیت میگن، ما هم یک طبقه هستیم. آنها جانوران جامعه هستن، آنها میکوشن، اعدام میکنن، آزادی سلب میکنن. ما خواهان آزادی هستیم، خواهان زندگی انسانی هستیم، خواهان زندگی انسانی برای کودکان هستیم، خواهان همین آزادی های در جامعه هستیم و خواهان رفاه هستیم برای همین مردم. محمد جراحی یکی از این فعالین بود، این آدم های سوشیالیست و یک فعال کارگر و رهبر کارگر بود که در منطقه فعالیت میکرد برای این آرمان ها. ما در عراق فعالین کارگری نامه تسلیت دادن، همبستگی دادن به خانواده محمد جراحی، من ضمنی آنها کسی مثل سعید نعمه حزب ما بیان نامه داد و کسان دیگر هم این کار کردن.
باید رهبران کارگری در منطقه در دنیا به یک دیگر تماس پیدا بکنن، باید همبستگی درست کنیم، باید هسته همبستگی درست بکنیم و این راهی است که ما میتوانیم پیروز بشیم. راه دیگر نداریم، ما یک طبقه هستیم در همین دنیا، در عراق، در کردستان، در تهران، در انقره، در هر جای دیگر از دنیا. محمد جراحی فقط رهبر کارگران ایران نبود، یک آدم فعال شناخته شده، رهبر سوشیالیست طبقه کارگری، از ما رفت، از همه طبقه کارگر رفت، نه فقط کارگران ایران. برای ما اینجا هستیم بگیم ما هم هستیم و با شما هستیم. من تسلیت میگم با طبقه کارگر ایران و با کارگران همین منطقه، تسلیت میگم با کادرها و اعضای حزب کمونیست کارگری ایران. به نظر من یک رتشکنی محمد جراحی کرد این بود که تحزب خودش ادامه داد، کارگر احتیاج به تحزب دارد، بدون تحزب سوشیالیسم امکان نیست. چرا ما برسیم به سوشیالیسم بدون تحزب، بدون حزب قوی، حزب بلشویکی نمیتوانیم به جای برسیم. حزب احتیاج داریم، ارگانهای کارگری احتیاج داریم، شوراها احتیاج داریم. لنین میگم چرا پیروز شدیم؟ حزب بلشویکی داشتیم و شوراها داشتیم، توانستیم پیروز بشیم. ما هم همینجور حزب احتیاج داریم، تشکلها احتیاج داریم، انترناسیونال جهانی احتیاج داریم، همه این چیزها داریم، احتیاج داریم. به نظر من محمد جراحی کار خیلی خوب، خیلی پیشروانه، خیلی سوشیالیستی انجام داد. من امروز بار دیگر تسلیت میگم به همه فعالین سوشیالیست، به همه کارگران ایران و منطقه، به خود من هم تسلیت میگم راه پیروز بشه، زنده با سوشیالیسم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی پیامی داره که توسط پریسا خونده میشه. لطفاً پریسا. سلام به همه شما که امروز اینجا گرد هم آمدیم تا یاد محمد جراحی، کارگر مبارز و زندانی سیاسی سابق را گرامی بداریم. ما همه می‌دانیم محمد جراحی از دوران کودکیش به دلیل شرایط خانوادگی و جامعه پیرامونش به کودک کار و خیابان و به دنبال آن در نوجوانی به جوانی پرشور که زندگیش را مالامال آرمان‌های انسانی فرا گرفته بود تبدیل شد. در دوران انقلاب آشناییش با چپ زندگی او را با تحول جدیدتری روبرو کرد و به گفته خودش پا به عرصه‌ای فراتر گذاشت و توانست آرمان‌هایش را در شکل و فرم علمی‌تری فرموله کند. وی در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌هایش با فعالین کارگری در پی مبارزه برای دستیابی به حقوق کارگران، دنیای بدون کودک کار و خیابان، سعادت و خوشبختی انسانها به زندان رفت. وی در دورانی که در زندان به سر می برد، با وجود تمام شرایط سخت امنیتی و فشارهای روحی و جسمی که در اثر نبود امکانات بهداشتی و پزشکی بر وی تحمیل شده بود، دست از مبارزه نکشید. او در این مدت با نوشتن نامه‌های فردی یا امضای بیانیه‌های جمعی که از زندان صادر می‌شد، در کنار اعتراض به شرایط زیستی و حقوقی زندانیان، به حمایت از اعتراض‌های جاری در جامعه پرداخت. او حتی در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی با دفاع روشن و بدون لکنت زبان از سوسیالیسم، نه تنها نشان داد
کوچکترین توهمی به دستگاه‌های قضایی جمهوری اسلامی ندارد، بلکه همانجا اینان را به باد تمسخر گرفته و با شهامت و جسارت تمام اعلام می‌کند سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است. محمد جراحی در دوران محکومیتش دچار بیماری شد و متاسفانه به دلیل برخورد توهین‌آمیز زندانبانان و مسئولین هنگام انتقالش برای درمان اعلام کرد که دیگر حاضر به رفتن برای ادامه درمان نیست. متاسفانه بعد از آزادی فرصت زیادی نداشت که بتواند به آرزوی خود که همانا متشکل شدن کارگران، رهایی آنان و رهایی بشریت بود برسد. و امروز با کمال تأسف ما محمد جراحی، انسانی شریف و کارگری مبارز که قلبش مالامال آکنده از عشق به انسانها و انسانیت بود را از دست دادیم. رویای او دنیایی بدون کودک کار و خیابان، دنیایی بدون زندان و پر از عشق و مهر به انسانها بود. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی را مسبب مرگ خاموش محمد جراحی و دیگر زندانیان سیاسی می داند. البته این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی دست به قتل خاموش فعال کارگری دیگری می زند. در سالهای گذشته ما شاهد این نوع حذف فیزیکی فعالان کارگری از طرف جمهوری اسلامی بوده ایم. زندانیان سیاسی را در بدترین شرایط زیستی و بهداشتی و شرایط غیر استاندارد زندان‌ها نگهداری می‌کنند تا او را دچار مرگ تدریجی کنند. اما کنار این اتفاقات غم‌انگیز ما شاهد شور و هیجان مبارزاتی هستیم که سال‌هاست در زندان‌ها به راه افتاده و همچنان ادامه دارد. رضا شهابی‌ها، محمد نظری‌ها، آتنا دائمی‌ها، زینب جلالیان‌ها، سعید شیرزاد‌ها، سهیل عربی‌ها، اسماعیل عبدی‌ها، محسن عمرانی‌ها، محمود بهشتی لنگرودی‌ها و آرش صادقی‌ها همین امروز از زندان علیه بیحقوقی کودکان، بیحقوقی نیمی از جامعه، علیه فقر و وضع موجود و در دفاع از عدالت و کرامت انسانی سکوت نکرده و هر روزه خبری از اعتراضاتشان به دست ما میرسد که اینجا میخواهم اعتراف کنم گاهن به دلیل کثرت این اخبار موفق به انتشار فوری آنها نیستیم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از تمام آزادی خواهان، مدافعین حق تشکل که خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی میباشند میخواهد تا با متشکل شدن در صفوف این کمیته به رساندن صدای زندانیان سیاسی و مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه ما را یاری و همراهی کنند. یادش گرامی و راهش پررهرو، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. با تشکر از پریسا. رفقا و دوستان عزیز، از طرف کمیته همکاری نیروهای چپ و کمونیست تورنتو از شرکت و توجهتان به برنامه امروز سپاسگزارم. زنده باد مبارزه حق طلبانه جنبش کارگری، زنده باد سوسیالیسم. ممنونم.